میفهم خوش اومدین به یه ویدیو کیانه. همونجوری که تو ویدیو آشناییمون هفته پیش بهتون گفته بودم که میخوام یه ویدیو کیانه درست بکنم، الان دارم همین کارو میکنم دیگه. یه استوری تو اینستاگرام گذاشته بودم، گفتم شما سوالاتتون ازم بپرسین. حالا الان اومدم تا جایی که میشه به سوالات شما جواب بدم. شما اگه این ویدیو رو دوست داشتید و یه سری از سوالاتتون برطرف شد، حتما این ویدیو رو لایک کنین. حالا بریم سراغ سوالای شما. آراد پرسیده قد خودت و قد سینا. این سوالو کلن زیاد پرسیده بودیم، گفتم بیام جواب بدم. قد من 1.66 قد سینام دقیق نمیدونم، فکر کنم 1.85-6. امیدوارم این سوالتون برطرف شده باشه، قد ما رو بدون. حال نمیدونم به چه دردتون میخوره. بهترین و بدترین اخلاقای همدیگه. خب این خیلی سوال سختیه. من الان بخوام بهترین اخلاق خودمو بگم، یه جورایی مثلا تعریف از خود میشه، میدونی، یه ذره زایه است. ولی بدترین اخلاقامو میتونم بگم. من فوق‌العاده آدم تنبلیم. اصلا نمیدونم چرا انقدر تنبلم، همیشه خستم. الان مطمئنا یه سری میان میگن که برو آزمایش بده، اینت کمه، اونت کمه. به خود آزمایش دادم، همه چیم هم اوکی، فقط خستم. نمیدونم چرا اینجوریه. بدترین اخلاقم پس تنبلی سینام، همیشه خیلی هرس بخوره سرش. حالا در مورد سینا، بدترین اخلاقش اینه که خیلی شلخته است. باید خودمو بکشم. یه چیز ساده، مثلا در خمیر دندونو باز میکنی دوباره ببند. نمیکنه این کارو. یه روز زمین میرم میبینم در خمیر دندون بازه. نمیدونم چرا انقدر سخته براش این چیزای ساده رو رعایت کنه. بهترین اخلاقش هم بخوام بگم، پررو میشه آخه بگم. نه کلن سینا خیلی مهربونه. بعد یه اخلاقی که داره توی مسائل حالا کاری، زندگی، هر چیزی پیگیره. مثلا یه تصمیمی که میگیریم تا اون تصمیم عملی نکنیم ول نمیکنه. مثلا همین یوتیوب، کلن سینا باعث شد شروع بکنیم و پیگیر شد که ادامه بدیم. این پیگیریش هم خیلی خوبه دیگه، باعث میشه تو زندگی پیشرفت کنیم، برعکس منه که تنبلم. بهترین نقطه مشترکت با سینا چیه؟ توی چه چیزی با هم خیلی اختلاف دارید؟ توی چیزی که الان تو ذهنم خیلی اختلاف داریم، بیرون رفتنه. سینا همش اینجوری که خودم پاشو بریم بیرون، بریم راه، بریم اینور، بریم اونور. من همش این مدلی هم که ولش کن بابا، تازه الان تو خونه نشستیم، راحت داریم بازی میکنیم، فیلم میبینیم، چه کاری این همه بریم بیرون انرژی صرف کنیم. بعد سینا کلا خیلی ناراحت میشه سر این مسئله. و نقطه مشترکمون هم تو همه چی مشترکیم، چون تقریبا سلیقه هامون نزدیکه. همه هرچی من دوست دارم سینا هم دوست داره، واسه همین زیاد اختلاف نظر خاصی نداریم، جز اونی که نشأت میگیره از تنبلی من دیگه. فکر میکنم امیر مهدیه یا ذره آیدی یه جوری بود، پرسیدم مایکی تا حالا چیز گرونی رو شکونده؟ چیز گرونی رو نشکونده، حالا مثلا لیوان میوان اینا رو شکونده، ولی یه عادت گندی که این بچه داره، پدر من رو درآورده، گوشه همه چی رو گاز میزنه، گوشه همه میزا، گوشه میز تلویزیون، گوشه تخت، همه جا رو گاز میزنه. خلاصه جای دندوناش همه جا مونده دیگه. نمیدونم چیکار کنم. به دکترم گفتم، گفت دندون مندوش که سالم، مشکلی نداره دیگه. بعد تازه از این اسپری که مثلا گربان بعدش میاد گرفتم زدم، بدتر خوشش اومده. واقعا نمیدونم چیکار کنم. اگه شما راهکاری دارید به من بگید که این دیگه گوشه میز پیزو گاز نزنه. پدرمو درآورده خلاصه. بعدیا گفته چرا همیشه میگی سگا بدن گربه ها خوبن؟ من تو خیلی دوست دارم ولی میگی ناراحت میشم، ممنون میشم دیگه نگی. آقا من کی گفتم سگا بدن؟ سگا خیلی خوبن. همین الان تو ایران ما سگ داریم. من سگا رو واقعا دوست دارم، مخصوصا جرمن شپرد. هیچ موقع نگفتم سگا بدن، فقط گفتم بنا به سلیقه شخصی خودم دوستم گربه داشته باشم، گربه های زیاد. حالا شاید سگم دلم بخواد داشته باشم اگه خونم خیلی بزرگ باشه، ولی گربه رو ترجیح میدم، وگرنه سگام عالیه. سگا رو هم خیلی دوست دارم. TNT گفته چه اسم خفنی. آخرین دروغی که به سینا گفتی چیه؟ من کلن دروغ نمیگم، هر چه قدم حقیقت تلخ باشه حقیقت رو میگم. ولی آخرین دروغی که گفتم سر همون پرنک بود که آرش پلنگی کرده بودم، الکی گفتم ویدیو گرفتم و لایو گذاشتم و اینا، که بعدش هم خودم رو لو دادم دیگه. اصولا سر اینجور چیزای اذیت کردن دروغ میگم، بعدش هم خودم رو لو میدم، ولی تو چیزای مهم اصلا سعی میکنم دروغ نگم. سفر گفته بدترین سوتی تو جمع چی بوده؟ میشه اینو نگم؟ من یه سوتی دادم فاجعه، اصلا لکه ننگ زندگی منه. فامیلای سینا خونمون بودن، بعد من سینا شیم با همگی کشیکت شرطی بازی میکردیم. نصفش هم بود، قرار بود هر کی باخت بره سوپرمارکت ردبول بخره. بعد من باختم، سینا بود نه نمیری فلان اینا، من هم میخواستم بهش ثابت کنم که آره میرم. خلاصه پاشدم رفتم، سینا واسه جلو پنجره من نگاه میکرد، مسخره بازی در میآورد. برگشتن این فکرم با سینا جلو پنجره وایستاده دیگه، نگو فامیل سینا اینا وایستاده. خیلی بد بود آقا، اصلا یادم میاد اصلا به هم میریزه. من هم فوش خارجی با انگشت
انگشتو دادم بهش. بعد فکر میکردم سینا چشمامم نگو من درست نمیبینه دورو، مخصوصا تو تاریکی. بعد اومدم خونه فهمیدم که سینا جلو پنجره نبوده و من 3 ساعت داشتم یه توضیح میدم ای وای ببخشید من فکر کردم سینا جلو پنجره است، من اصلا منظوری نداشتم و اینا، و فقط بهم لبخند میزد. خلاصه آبروم رفت. سریال مورد علاقم، اینم باز اسمش سخته نمیدونم چیه، سریال مورد علاقه من ومپایر دایریزه. آقا انقدر من این سریال رو دوست داشتم که حاضرم الان بشم دوباره از اول نگاه کنم، شاید هم این کارو کردم. بیشترین سوالی که از من پرسیدید چی بوده؟ این بوده که درآمدت از یوتیوب چقدره؟ این کلا سوال قشنگی نیست. از هر کسی بپرسید درآمدت چقدره کلا یه ذره زشته دیگه، نمیاد راستش رو بگه براتون توضیح بده، کلا هم سوال قشنگی نیست. واسه همین بهتون توصیه میکنم که از کسی نپرسید. ولی حالا من یه کوچولو توضیح میدم. درآمدم اونقدی هستش که نشستم پیش خودم حساب کتاب کردم، گفتم من برم فوق لیسانس بگیرم اینجا، برم تو بهترین شرایط کار بکنم بهتره یا یوتیوبم ادامه بدم دیگه. نتیجه گرفتم که یوتیوبم ادامه بدم بهتره. از کدوم یوتیوبر ایرانی بدت میاد؟ فکر میکنین ما از همدیگه بدمون میاد، همه با هم اینجوری نه والا، من از هیچکی بدم نمیاد واقعا، چون بچه ها دارن زحمت میکشن، خیلی سخت کار کردن تو یوتیوب واسه ایرانی ها، همه دارن واقعا جون و دل مایه میزن، من هم بچه ها دوستم، دمشون گرم. الی پرسیده تیکه کلامت چیه؟ تیکه کلامم زیقیه، هر چیزی که میخوام بگم بده میگم زیقیه. دوباره یه بردیه دیگه پرسیده چقدر صاب از دست دادی؟ داغ دلم رو داری تازه میکنی دیگه. ببین زیاد خیلی، من تقریبا فکر کنم 278,000 تا باید ساب الان داشتم، ولی خب همه رو پاک کرده فقط 40,000 تاش مونده. خیلی مسخره. محمد گفته چرا به بازی داستانی علاقه نداری؟ فکرم اشتباه گرفتی منو، من اتفاقا عاشق بازی داستانی هم. مثلا بازی آنلاین دوست ندارم، زیاد بازی نمی کنم. مثلا گاد آف وار رو خیلی دوست دارم، ویچر رو دوست دارم، د لاست آف آس رو دوست دارم، بازی این مدلی دیگه داستانی که همچین برم توش غرق شم. فکر کنم آدرس اشتباه اومدی. خلاص رویا گفته روی صورتت چه عملی انجام میدی؟ شما یه دقیقه به این صورت نگاه کنید، بهش میخوره جایش عمل شده باشه؟ جمع عمل نکردم واقعا. مهدیه گفته چرا از قبل تا حالا اینقدر تغییر کردی؟ تو پستای سینا خیلی قیافت فرق میکرد. به قول خدا بیامرز مایکل جکسون، پیپل چینج. تغییر کردم دیگه، بزرگتر شدم، پیر شدم، نمیدونم عوض شدم دیگه. یوتیوب ایرانی پرسیده چرا اینقدر به فن پیجا کم اهمیت میدی؟ شوخی میکنی دیگه، واقعا منو گرفتی؟ من کم اهمیت میدم؟ خدایش من هرچی ببینم برم درست کردید لایک میکنم، کامنت میذارم، بالاشو شیر میکنم، دایرکت میدید جواب میدم دیگه، چی کار کنم آقا؟ این همه اهمیتی که من دارم به فن پیجا میدم به خانواده خودم نمیدم، به خود دیگه. نمیدونم منظورت از اهمیت چیه دقیقا. یکی از بچه‌ها که باز آیدیش مشخص نیست گفته که سلام خوتن، چند بار تو مدرسه گریه کردی؟ چطوری بوده؟ یاد یه سری کارای پلیدم افتادم آقا. راهنمایی بودم فکر کنم، اول یا دوم راهنمایی بودم، بعد خیلی اذیت میکردم و یکی از بچه‌ها دوام شده بود، بعد منو نگه داشتن جلو در دفتر کل تایم، مثلا شاید 3-4 ساعت سر پا من نگه داشتن، افتادم بعد وایس اینجا اینه. حالا من هی میرفتم میومدم میشستم واسه خودم مسخره بازی در میوردم، ولی رفتم خونه شروع کردم گریه و زاری پیش مامانم و بابابزرگم که آره منو 4 ساعت جلو در دفتر نگه داشتن پام داره میشکنه و اینا و اینا. کلی مظنونمایی کردم، فردا صبحش بابابزرگم و مامانم اومدن مدرسه، بعد اونجا شروع کردم باز مظنونمایی گریه زاری، آره من پام هنوز درد میکنه، من میخواستم برم سر کلاس علوم، من معلمه و خیلی دوست داشتم، شما نذاشتید برم، نذاشتید من به درسام برسم و اینا. خلاصه مظلوم نمایی کردم و گریه کردم. فکر کنم یکی از معدود جاهایی بود که من تو مدرسه گریه کردم. خیلی آدم پلیدی بودم میدونم. خب بچه ها مرسی ازتون که این ویدیو رو دیدید، مرسی از همه کسایی که ازم سوال پرسیدن، ببخشید نشد همه رو جواب بدم چون خیلی زیاد بود، تا یه ویدیوی دیگه خدافظ.